اقتصاد زیربنای زندگی است. در این برنامه با ارزیابی بنیادی علل فقر، نابرابری، بیکاری و بحران‌های اقتصادی در کشور و جهان پرداخته خواهد شد. در جهان اقتصاد باور وظیفه کلیدی باشد و از مهمترین انکشافات اقتصادی کشور و جهان آگاهی حاصل کنید. بینندگان گران ارج تلویزیون وزین بهار و عزیزانی که این برنامه را از هر طریق مشاهده می نمایند، درود بر شما. نظیفه توخی هستم و مسرت دارم که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم. برنامه 49 را در مورد تولید و ترافیک مواد مخدر و پیامدهای ناگوار آن بالای کشور و زندگی مردم ما اختصاص دادم. مواد مخدر سابقه طولانی داشته، در طول تاریخ مردم از آن من حیث دارو استفاده می کردن، گاهی برای ایجاد لذت و گاهی هم فراموشی غمها و ناراحتی ها و اکثرا توسط جادوگرانی مورد استفاده قرار می گیره. از بررسی ها و پژوهشات موجود برمی آید که سومریان اولین افراد بودند که تریاک را کشف کردند و از آن من حیث یک داروی مسکن استفاده می کردند و به تدریج به شکل یک ماده مخدر و گیاه شادی بخش نیز مورد استفاده قرار می گرفت. بر علاوه سومریان، اقوام آشور، مصر و روم نیز تریاک را می شناختند و از آن استفاده می کردند. طبیبان بزرگ مانند سقراط ترکیبات از تریاک را برای بیماری های مختلف جسمی و روحی تجویز می کردند. استفاده از مواد مخدر بیشتر جنبه طبی داشت و فقط به دستور اتبا مصرف می شد. در آن زمان احتیاط ابعاد وسیع نداشت. با شروع انقلاب صنعتی در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 و گسترش تجارت و از همه مهمتر نیاز صنایع جدید انقلاب صنعتی و سرمایه روند جدیدی در مسائل مختلف جهانی آغاز شد و تریاک نیز نقش تازه پیدا کرد و مواد مخدر من حیث یک مسئله اجتماعی و سیاسی بروز نمود، ابعاد سیاسی و بین المللی به خود گرفت. این ماده در کنار سایر ترفندهای استعماری من حیث وسیله برای جذب سرمایه کشورهای رو به توسعه، نابودی نیروی انسانی و فرهنگ و اقتصاد ملی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. زمانی که کمپانی هند شرقی در کشور به منظور سرمایه گذاری صنعتی خرید مواد خام برای صنایع و ادویه‌جات مورد ضرورت یا موجود در کشورهای آسیای شرقی نیاز شدید به سرمایه پیدا کرد، به دلیل کمبود منابع مالی به ویژه کمبود طلا و نقره، توجهش را به دیگر کشورها به خصوص کشورهای مستعمره متمرکز ساخت و جهت رسیدن به اهدافش به ترفندهای متعدد دست زد که یکی از آنها مبادرت به تجارت تریاک در آسیای شرقی بود. این کمپانی با کنترل و رهبری تجارت تریاک در آسیای شرقی بخصوص در کشور چین طی سالهای متمادی مفاد هنگفت به دست آورده و بسیاری از مردم این کشورها را به دام اعتیاد کشانید. دولت چین که از خروج سرمایه و شیوع تریاک وحشت زده شده بود از این کمپانی تقاضا نمود که تجارت تریاک را ختم بده یا من تجارت تریاک را دمود، اما این کمپانی به تقاضای کشور چین توجه ننموده. در نتیجه دولت چین تریاک های این کمپانی را مصادره کرد. نیروی نظامی انگلستان با پشتیبانی از این کمپانی وارد مبارزه شد و طی دو جنگ که به جنگ های تریاک معروف هستند
باعث شکست نیروهای نظامی چین شده و در نهایت علاوه به وارد نمودن خسارات به این کشور با چندین بندر چین برای حمل نقل و توزیع تریاک نیز دسترسی حاصل نموده. مواد مخدر اکثرا در کشورهایی که فقر اقتصادی و ناامنی در آن موجود و در حال توسعه است تولید شده و به دیگر کشورها قاچاق می شود. افزایش تولید مواد مخدر بعد از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان، یعنی زمانی که عملا فروپاشی ساختار دولتی کشور به وقوع پیوست، صورت گرفت. افغانستان از سال 1992 از جمله بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان شمرده می شود. سه مرکز بزرگ تولید تریاک در جهان موجود است. مرکز تولیدی مثلث طلایی که شامل سه کشور میانمار، لاوس و تایوان است. مرکز تولیدی هلال طلایی که شامل سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان است. و همچنان مرکز تولیدی مکسیکو در امریکای مرکزی و کولومبیا در امریکای جنوبی می باشد. افغانستان با بیشترین مقدار تولید مواد مخدر در جهان بالاتر از کشور میانمار، یعنی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در مرکز مثلث طلایی و مکسیکو و کولومبیا از قاره امریکا قرار می گیرد. به اساس ارقام اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر تا موقع اوج گرفتن قدرت طالبان در سال 1999 میلادی با افزایش بیش از 20% به 4500 تن رسید و افغانستان بیشترین مواد مخدر دنیا را تولید کرد. تولید مواد مخدر در زمان حکومت طالبان رشد قابل ملاحظه داشت و بعد از سال 2001 میلادی تا کنون تولید و قاچاق این مواد افزایش فاحش داشته است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سال 2013 میلادی 8300 تن مواد مخدر که بیش از 90% مواد مخدر جهان است تولید و در سالهای بعدی این پروسه رو به افزایش بوده. طور مثال در سال 2018 افغانستان با کشت بیش از 328 هزار هکتار زمین بلندترین جای را در کشت مواد مخدر از آن خود ساخت. موجودیت جنگ ها و درگیری ها طی سالهای متمادی در افغانستان، عدم امنیت، نابودی زیربناهای اقتصادی و عدم بازسازی و توسعه اقتصادی کشور باعث شده تا افغانستان در جای اول، یعنی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در سطح جهان قرار بگیرد. پیامدهای ناگوار ای پدیده نه تنها مانع رشد و توسعه اقتصادی در کشور می شود، بلکه باعث آسیب پذیری سلامت جامعه نیز می گردد. گسترش مواد مخدر در افغانستان عوامل مختلف دارد. مثلا ناامنی یکی از پدیده هایی است که در گسترش مواد مخدر در کشورهای در حال جنگ نقش دارد. ناامنی وضعیت کشور را نابسامان ساخته. از یک طرف زمینه تداوم فعالیت های مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر را مساعد می سازد. از جانب دیگر عوامل جنگ افروز بیرونی در همکاری با عوامل داخلی به هدف تأمین مصارف جنگشان از کشت و تولید مواد مخدر استفاده می نمایند که باعث گسترش تولید مواد مخدر در کشور می گردد. افغانستان کشوری است که از امنیت و ثبات کامل برخوردار نبوده و بلندترین سطح کشت و تولید مواد مخدر را در سطح جهان دارا می باشد. با داشتن نقش گسترده اجنبی ها و تروریستان در کار گسترش پروسه تولید و تجارت تریاک، سالانه مقدار زیادی از مواد کشنده مخدر با وسیله باندها و مافیای بین المللی و خارج از کشور قاچاق می‌گردد. آنچه واضح است
پیامدهای شوم ناشی از تولید و تجارت مواد مخدر است که مانع توسعه و تجارت و رشد اقتصادی کشور می‌گردد. فعالیت‌های اراس افغانانه تروریستان و مشارکت جنگسازان خارجی در امر بی‌ثبات ساختن کشور ما و حمایت آنها از کشت خاشخاش و مداخلات مافیای بیرونی از مسائل هستند که روند مبارزه را در راستای محو مواد مخدر با مشکل مواجه می سازند. زیرا نیروهای خارجی، گروه های دهشت افغان طالب، القاعده و داعش می دانند که کشت و تولید مواد مخدر مصارف جنگیشان را می تواند تامین نماید. و از جانب دیگر مافیای بین المللی به خاطر به دست آوردن مفاد بیشتر نیز باعث افزایش روزافزون زر مواد مخدر در کشور شدند. فقر و بیکاری هم یکی از عوامل گسترش مواد مخدر در کشور ما است. نبود کار و بدیل مناسب از عوامل آن که باعث افزایش کشت کوکنار در افغانستان شده و منبع پردرآمد برای دیاقین به شمار می رود. زاری اینه که این ماده را کشت می کنند، ای عمل را تحت نام تأمین نیازهای زندگیشان و عدم موجودیت شغل مناسب و درآمد گزاف انجام می‌دهند. اما غافل از این که این مادر زندگی هزاران هموطنشان را دگرگون ساخته و جوانان را به اعتیاد مبتلا می‌سازد. این امر اکثراً سبب می‌گردد تا معتادین برای تأمین مصارف، تهیه خرید و خرید مواد و اعمال نامشروع یا غیر مشروع و غیر قانونی دست بزنند. مبارزه با این پدیده شوم و محو نمودن آن کار است که نیازمندی همکاری های صادقانه جامعه جهانی و هماهنگی افکار عامه به خاطر نابودی کاهش کشت مواد مخدر را می طلبد. مواد مخدر در افزایش فساد اداری در کشور هم نقش عمده دارد و بر اساس اطلاعات موجود عده کثیری از مقامات دولتی در مرکز و ولایات در تولید و قاچاق مواد مخدر سهم فعال دارند. فساد اداری، رشوه‌گیری در اپارات دولتی سبب شده که گروه‌های مافیایی مواد مخدر در دولت نفوذ نموده و آزادانه به فعالیت قاچاق مواد مخدر بپردازند. امروز مشکل حساسی که کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه و هم مرز افغانستان با آن مواجه ان مواد مخدر و تروریسم است. این امر باعث نگرانی های شدید در این کشورها گردیده است. تروریسم در افغانستان از مواد مخدر تقویت شده که یگانه منبع پردرآمد و تمویل کننده تروریسم در کشور است. حمایت کشورهای منطقه و استفاده از مواد مخدر به عنوان منبع عایداتی تهدید جدی علیه امنیت کشور محسوب می‌گردد. در ضمن باید متذکر شد که کشورهای منطقه هم از این ناحیه نگران هستند، بخصوص روسیه و کشورهای آسیای مرکزی خود را از ناحیه مواد مخدر آسیب پذیر می دانند و نگرانی های بیشتر را مطرح می کنند. از مداخله نظامی امریکا و متحدانش به افغانستان 18 سال سپری یا بیشتر از 18 سال سپری شدند، اما قرار احصایه های رسمی و غیر رسمی سطح تولید و تجارت غیر قانونی مواد مخدر با مقایسه سال 2001 زمانی که امریکا مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان آغاز کرد بیشتر از 100 مرتبه افزایش یافته است. تولید مواد مخدر در سال 2015 تقریبا 3300 تن بود، در حالی که طبق احصایه رسمی در سال 2018 میلادی این رقم به 4800 تن افزایش یافت.
رشد تولید و قاچاق مواد مخدر نه تنها مشکلات بزرگ اجتماعی و سیاسی را در افغانستان ایجاد کرد، بلکه باعث نگرانی در کشورهای منطقه و از آن بیشتر متضرر می‌گردند شد یا می‌گردند. جالبی که در طول همه این سال‌ها کشورهای غربی خاموش اختیار نموده بودند، ولی تایی 2 یا 3 سال اخیر سر و صدا بلند نمودند که تروریستان از تجارت مواد مخدر مفاد هنگفت به دست می آورند که گویا آنها قبلا خبر نداشتند و تازه خبر شدند. گرچه در بسیاری مناطق تولید کننده مواد مخدر نیروهای انگلیسی و امریکایی مستقرند که وظیفه آنها ظاهراً مبارزه با مواد مخدر می باشد، ولی نظر به ارقام موجود حضور نظامیان امریکا و ناتو در افغانستان با گذشت هر سال زمینه تولید مواد مخدر را در کشور افزایش می دهد. به اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، هلمند مرکز عمده تولید مواد مخدر در افغانستان می باشد و 60% تمام مواد مخدر کشور در این ولایت تولید می گردد و در آنجا تعداد زیاد لابراتوارهای تولید مواد مخدر هم وجود دارد. قبل از خروج بخش از نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان، در منطقه شورابک ولایت هلمند بزرگترین پایگاه نیروهای انگلیسی و آمریکایی اعمار شده بود. تولید گسترده مواد مخدر در کنار همی پایگاه نظامی خارجی در افغانستان باعث بدگمانی شدید محافل سیاسی و اجتماعی در مورد دست داشتن نظامیان خارجی در کشت و قاچاق خاشخاش گردید. بعد از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان، وزارت مبارزه با مواد مخدر و نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل بیان داشتند که در سال 2017 میلادی در 328 هزار هکتار زمین خاشخاش کشت گردیده که به اندازه 63% نسبت به سال 2016 بیشتر بود. مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم تولید مواد مخدر در افغانستان در حال شکوفایی است. به اساس معلومات ارائه شده اداره سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جنایات، کشت خاشخاش در سال 2017 با مقایسه سال گذشته 87% افزایش یافته و تولید مواد مخدر به رقم بی سابقه 9000 تن رسیده است. ساحه کشت خاشخاش در ولایت بلخ تا 10000 هکتار، در قندهار 5.7 هزار هکتار، در نیمروز تا 2.6 هزار هکتار، در اروزگان تا 6000 هکتار و در هلمند که بزرگترین ولایت تولید کننده تریاک است با 7.63 هزار هکتار، یعنی 79% افزایش یافته که تقریبا نیم افزایش مجموعی را در بر میگیرد. بیشترین مزارع خاشخاش در ولایت هلمند، قندهار و اروزگان، جایی که نیروهای خارجی مستقر هستند، وجود دارد. دهقانان محلی میگویند که در این ولایات هلیکوپترها و طیارات بر زمین فرود آمده، در آنها مواد مخدر جابجا شده و بعدا به جهت نامعلوم پرواز می نماید. به صورت عموم تولید مواد مخدر در جنوب افغانستان 57%، یعنی 5200 تن، شمال 16%، یعنی 1400 تن، غرب 13%، یعنی 1200 تن بوده که از نقطه نظر ارزش در افغانستان تای سال 2017 میلادی به مقایسه سال قبل به 55%، یعنی
$39.1 میلیارد افزایش یافته که معادل 7% محصول ناخالص ملی افغانستان می باشد. ایده ای از کارشناسان افغان معتقدند که خارجی ها به ویژه امریکایی ها از تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر مفاد هنگفت به دست می آوردند. اگر امریکایی ها و نظامیان دیگر ناتو در تجارت مواد مخدر دست نمی داشتند، پس سوال خلق می گردند چگونه مواد مخدر تولید شده افغانستان به اروپا می رسد؟ زیرا ارسال مواد مخدر با این پیمانه خارج از توان قاچاقبران محلی می باشد. قرار معلوم اکثرا برای حمل و نقل کالای ممنوع به شمول مواد مخدر از تیارات نظامی که می توانند بدون تلاشی و کنترل از سرحدات افغانستان عبور کنند استفاده می گردند. مواد مخدر اکثرا به حمایت گروه های مافیایی خارجی، تروریستان و نظامیان خارجی تولید شده و ترافیک این مواد از مسیر معین عبور می کند. صادرات به بخش های مختلف اروپا از طریق خلیج فارس، به هند و کشورهای اطراف آن از طریق پاکستان و همچنان انتقالات هوایی از طریق میدانهای هوایی نظامی که تحت کنترل نیروهای آمریکایی در ولایات مختلف افغانستان قرار دارند صورت می‌گیرد. آمریکا با آرامی بحرانات در کشورهای اسلامی را با کسب 50 تا 100 میلیارد دلار مفاد از تجارت مواد مخدر افغانستان اداره می‌کند. از تروریستان حمایت نموده و حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی مورد پسندشان نیست سرنگون می‌سازد. در حال حاضر کشت خاشخاش تقریبا در اکثر ولایات کشور صورت می‌گیرد. سهم افغانستان در تولید جهانی مواد مخدر به 93% رسیده است. در عین حال بعضی از رهبران محلی و مامورین دولتی هم در تجارت مواد مخدر دست داشته و گروه های تروریستی نیز مصروف تجارت مواد مخدر می باشند. سوال طرح می گردد که مردم افغانستان و کشورهای منطقه تا چی وقت عواقب فاجعه بار تجارت مواد مخدر را تحمل خواهند نمود؟ جواب روشن است. تا زمانی که امریکا از تولید و تجارت مواد مخدر افغانستان نفع می برد و مصارف خود را از این طریق جبران می کند، اوضاع هیچگاه تغییر نخواهد کرد. بناهن کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی که بیشتر از همه با عواقب ناگوار تجارت مواد مخدر روبروان، باید عملاً جهت مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر با هم متحد شوند. در غیر آن انتظار کاهش صادرات این ماده کشنده افغانی را نداشته باشند. 11 ملاقات وزرای کشورهای عضو تفاهم نامه در مورد همکاری منطقوی در عرصه کنترل بر مواد مخدر به تاریخ 2 و 3 ماه می سال 2019 میلادی در تاشکند برگزار گردید. در کنفرانس نمایندگان کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و آذربایجان که به طور جدی عواقب منفی ترافیک مواد مخدر افغانی را احساس می نمایند، نگرانیشان را به ارتباط افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و گسترش آن در خارج از سرحدات این کشور ابراز داشتند. نمایندگان رسمی کشور روسیه بارها فعالیت های امریکا و نیروهای ائتلافی را در افغانستان به خاطر خاموشی آنها در ارتباط تولید مواد مخدر و حمایت آنها از تولید و قاچاق مواد مخدر انتقاد نموده و در مورد امتناع امریکا و ناتو از مبارزه با این ماده کشنده اظهار شک و تردید نمودند.
از سالها بدین سو افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اعلام کرده که 500,000 افغان مصروف کار در تولید و قاچاق مواد مخدر هستند، که این رقم بیشتر از تعداد نیروهای دفاعی و امنیتی در کشور ما است. سازمان‌های ملی و جهانی در گزارش جداگانه تجارت مواد مخدر را بزرگترین منبع عایداتی طالبان خواندند. پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بیانگر آن است که تولید مواد مخدر و تأثیرات آن در بحث‌های جاری صلح و مصالحه در افغانستان کاملا نادیده گرفته شده است. به اساس این پژوهش، گروه‌های مخالف حکومت بیشتر از 40,000,000 دلار از تولید مواد مخدر به دست آوردند. یکی از پژوهشگران واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با دو مسئله عمده در این ارتباط اشاره میکند. اولی که در حیف و میل این پولها خارجی ها نقش دارند. آنها با ایجاد پروژه های کوچک و کوتاه مدت و غیر بنیادی که هیچ سود به افغانستان و مردم کشور ما ندارد، این پولها را مصرف به مصرف رسانیدند و برای خود معاشات 10,000 دلاری و یا گاه هم 100,000 دلاری تعیین کردند. دومی که یک مقدار از این پولها توسط نیروهای خارجی و داخلی که غرق در فساد هستند حیف مایل شده است. او میگوید که کمک کنندگان خارجی هیچگاه حاضر نبودند بالای پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند. آنها بالای پروژه های کار میکنند که در اختیار مردم نیست. کمک کنندگان خارجی میگویند ما تنها برای بالا بردن سطح زندگی امروز مردم کار میکنیم، اقتصاد آینده شما با ما ربط ندارد. بنابراین گفتم میتوانیم که امریکا به خاطر رسیدن به اهداف شومش باعث شد تا اقتصاد افغانستان وابسته به مواد مخدر شود. تمام پروژه های مبارزه با مواد مخدر امریکا جز فریب مردم چیز بیش نیست. هدف امریکا بی‌ثباتی در افغانستان است. مبارزه با مواد مخدر و تروریسم تنها بهانه بیش برای ماندن امریکا در افغانستان نبوده و هدف اصلی امریکا دسترسی به شرق میانه و کشورهای منطقه است. با عقیده سازمان‌های اجتماعی و کارشناسان افغانستان، تولید مواد مخدر در کشور پیامدهای ناگواری در قبال دارد. تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان 3.5 میلیون نفر بوده که از جمله 200,000 نفر آن را اطفال و 850,000 نفر آن را زنان تشکیل می‌دهد. گسترش اعتیاد به مواد کشنده مواد مخدر باعث ایجاد شگاف طبقاتی، تقویت مافیای اقتصادی و سیاسی شده و باعث ایجاد پرابلم های حاد اقتصادی و اجتماعی میکرده. به نظر کارشناسان 3 عامل مهم، فساد، مافیا و مدیریت ناسالم، عمدترین عوامل مؤثر در افزایش و گسترش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است. تماشای وضعیت غم‌انگیز و دردآور جوانان معتاد و چهره های پژمرده و گرفته آنان انسان را به وحشت انداخته و نهایت متاثر می سازد. دسته دسته جوانان در گوشه و کنار جاده ها، با خصوص پل سوخته واقع در کوتی سنگی کابل که به نام بهشت بوتادین معروف است، دور هم جمع و سرگرم استفاده از مواد مخدر هستند. آنها فکر میکنند که تنها ایروین است که میتواند غم و درد ای جوانان رانده شده از اجتماع را تسکین نماید و لحظه بدبختی های زندگی خود را فراموش کند. در سال 2001 میلادی، زمانی که امریکا و ناتو در افغانستان را اشغال کردند،
افغان‌ها با نام هیروینی یا پودری کمتر آشنایی داشتند و آنها بیشتر معتادین را که در دوران مهاجرت در منطقه کارخانه و در پشاور دیده بودند آشنایی داشتند. اما با تأسف فعلا وضعیت کابل به مراتب غم‌انگیزتر از کارخانه است، زیرا لشکر معتادین با اساس ارقام موجود به 3.5 میلیون نفر رسیده است. با توجه به جمعیت وسیع جوانان معتاد در شهرها و ولایات و حتی وجود بیشمار زنان و کودکان معتاد در دوردست‌ترین ولایات افغانستان، بیانگر آن است که تعداد معتادین از این هم بیشتر باشد. سطح تولید مواد مخدر در افغانستان از سال 2001 میلادی الا 2018 با حضور امریکا و ناتو خیلی ها افزایش یافته است که در نتیجه کشور ما را به مرکز اساسی مواد مخدر جهان مبدل نموده است. افغانستان با تولید بیش از 90% مواد مخدر جهان ریکارد تازه ای را به نام خود ثبت نموده است. 18 سال اشغال و حاکمیت وطن فروشان و خائنین برای وطن ما این توفه ننگین را که داشتن مقام اول در تولید مواد مخدر و فساد در جهان است بر مخال آورده است. سطح بیکاری، فقر و بیچارگی خانواده ها که در تاریخ افغانستان بی سابقه است، از زمان حکومت طالبان به دین سو روز تا روز افزایش یافته است. به اساس ارقام تازه‌ای که به نشر رسیده، بیشتر از 40% بیکار در کشور موجود است. کشت و تولید گسترده مواد مخدر، بیکاری، بحران اقتصادی، ادامه ناامنی و جنگ عواملی هستند که به تعداد معتادین با گذشت هر روز افزوده است. هدف امریکا و همپیمانانش ای است که این صف هرچی بیشتر طولانی و سطح بیکاری افزایش یابد تا کشور کاملا با آنها وابسته شده و آنها برای سالهای متمادی کشور ما را در اسارت و بردگی نگه دارند. ولایات هلمند، قندهار، زابل، فرا و اروزگان در جنوب و جنوب غرب افغانستان مرکز اصلی کشتزارهای مواد مخدرند. مناطقی که امنیت در دست نیروهای انگلیسی و امریکایی است. مردم محل شاهد عینی در این ولایات، شاهدان عینی در این ولایات بیان می‌دارند که بخش اعظم حاصلات خاشخاش و تریاک از طریق میدان هوایی شندن که بزرگترین پایگاه نظامیان امریکایی ها و انگلیس ها در غرب است به خارج انتقال می یابد. به اساس گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ارزش تجارت مواد مخدر کشور سالانه به 70 میلیارد دلار رسیده است که از بخش عمده ای پول مافیای بین المللی مواد مخدر و قاچاقبران نفع می برند. اما مطمئناً ارقام واقعی به مراتب بالاتر از چیزی است که اعلام شده است. تعداد از مقامات مهم دولتی خود ریاست مافیای مواد مخدر کشور را رهبری می کنند. دهقانان نادار و بیچاره ای که کار اصلی تولید این مواد را انجام می دهند صرف یک بخش ناچیز ای درآمد هنگفت را به دست می آورند. بخش عمده ماموریت امریکا و انگلستان در افغانستان را قاچاق مواد مخدر تشکیل می دهد. شورای سنلس که یک نهاد انگلیسی است بارها تلاش نموده تا در افغانستان با کشت مواد مخدر قانونیت بدهد. این نهاد با مصارف میلیاردها دلار دیاقین و زارین افغان را با کشت و زر خاشخاش تشویق کرده و با پرداخت پول ناچیز حاصلات آنها را به صاحب می نماید. گرچه کشورهای هند، ترکیه، تایلند و غیره تحت مراقبت مستقیم سازمان ملل متحد نیازمندی های جهان را در بخش ادویه
با کشت قانونی خاشخاش مرفوع می سازند. با آن هم شورای سنلس تحت همین نام قانون من ساختن تولید این ماده را در کشور ما رشد می دهد. تولید یک ساله تریاک افغانستان برای تمام نیازمندی های ادویه 30 ساله جهان کفایت می کند. بنابراین واضح هست که آنها تلاش دارند تا کشتزارهای خاشخاش افغانستان را برای ساختن مواد مخدر قانونی بسازند. طور مثال مافیای مواد مخدر در زمان دولت حامد کرزی چنان با صلاحیت بودند که پلیس، اردو و امنیت در دست آنها قرار داشته و مقامات امنیتی 34 ولایت افغانستان نیز به دستور همین مافیا مقرر و یا برطرف می شدند. مافیای درون دولت کرزی برای خرید و فروش، ترافیک و قاچاق مواد مخدر راه ها و شیوه های مختلف را در اختیار داشتند. بانک ها، شرکت های امنیتی، شرکت های ساختمانی، شرکت های ترانزیتی و تجارتی، شرکت های هوایی، پلیس، اردو و امنیت همه در دست همی افراد قرار داشتند و هیچ مانع برایشان وجود نداشت. هرگاه مشکل هم پیش می آمد با پرداختن پول هنگفت به مسئولین ادارات فاسد و نابکار دولت او را رفع می کردند. وزارت فاسد مبارزه با مواد مخدر یا با بیان دقیق تر وزارت رشد مواد مخدر یک نهاد سمبولیک و نمایشی بوده، عملا هیچ نقش در جلوگیری از تولید مواد مخدر ندارد. این وزارت پول ملت را برای کنفرانس ها، سفرهای بیشمار خارجی، تبلیغات تلویزیونی و غیره موارد بی ارزش به هدر می دهد. نظر به گزارش اداری سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر و جنایات مربوط به آن، سالانه بیشتر از 1000 نفر تلف می شوند. قاچاق مواد مخدر باعث ثروتمند شدن تروریستان شده و گروه های افراطی و دهشت افغان را تقویت می کند که این امر باعث تهدید صلح و امنیت مردم جهان گردیده است. بنابراین یگانه راه و وسیله مبارزه با تولید و ترافیک مواد مخدر بسیج مساعی تمام جامعه جهانی می باشد. عزیزان گرانقدر، ای بود مبحث برنامه امروزی ما. تکرار ای برنامه و برنامه های قبلی جهان اقتصاد را می توانید از طریق یوتیوب و صفحه فیسبوکی که به نام جهان اقتصاد یاد می گردد دنبال نمایید. هرگاه سوالات و نظریات موجود باشد می توانید از طریق ایمیل آدرس تلویزیون بهار برایم بفرستید. از توجه شما عزیزان یک دنیا سپاس. تا برنامه آینده خدا حافظ. شاد و موفق باشید. اقتصاد زیربنای زندگی است. در این برنامه با ارزیابی بنیادی علل فقر، نابرابری، بیکاری و بحران‌های اقتصادی در کشور و جهان پرداخته خواهد شد. در جهان اقتصاد باور وظیفه کلیدی باشد و از مهمترین انکشافات اقتصادی کشور و جهان آگاهی حاصل کنید.